یکی دیگه از مطالبی که توی بحث پروسس منیجمنت توی سیستم لینوکس وجود داره بحث مدیریت اولویت برنامه هاست. توی لینوکس موقعی که عمدتا برنامه ها اجرا میشن، عمده برنامه ها با اولویت یکسان اجرا میشن که بتونن هر کدومشون به یه نسبت مساوی بتونن سی پی رو در اختیار داشته باشن و تیکای برنامه هاشون رو تحت اجرا قرار بدن. اولویت دیفالت این برنامه ها معمولا عدد 20 و این اولویت رو میشه بین بازی مثبت 19 تا منفی 20 تنظیم کرد که مثبت 19 کم اولویت ترین و منفی 20 پر اولویت ترین اولویتی هستش که میشه برای یک برنامه در نظر گرفت. کلن هم توصیه میشه که هیچ وقت شما یک پروسسی رو اگر میخواید مثلا اولویتش رو تنظیم کنید یهو جامپ اولویتی نزنین، مثلا سعی کنید در حد اینکه اگر میخواید تغییر بدین بعد اینکه چند تا عدد بالا یا پایین ترش بکنید انجام بدین و هیچ وقت یه پروسس رو یهو عدد منفی 20 بهش تخصیص ندین که باعث بشه که از لحاظ اولویتی تو بالاترین وضعیت قرار بگیره و برنامه های دیگه دچار قحطی یا استرویشن بشن که نتونن هیچ وقت سی پی یو رو در اختیار خودشون بگیرن. حالا اگر بخوایم ما یک برنامه ای رو با یه اولویتی اجرا بکنیم میتونیم از طریق کامند نایس این کار رو بکنیم که از طریق آپشن N میتونیم اولویت اون برنامه رو تنظیم بکنیم و کامند رو جلوش بهش بدیم که با اون اولویت کامند رو اجرا بکنه. برای برنامه هایی هم که توی حافظه هستن و در حال اجرا هستن میشه از کامند رینایس استفاده کرد که اولویت اون کامند ها رو بیشتر یا کمتر کرد. برای تست میتونیم به لینوکسمون برگردیم. با کامند تاپ من الان میبینم که برنامه‌ای که الان در حال اجرا هستن پرایوریتیشون به چه صورته که اکثرا میبینیم که اولویتشون 20 هست که همون اولویت دیفالته. حالا نایس رو میتونیم اعمال بکنیم که اون عدد نایس با پرایوریتی عملا جمع میشه و باعث میشه که اولویت اون پروسس تعیین بشه. برای مثال من میخوام همین دیمن SSHD رو توی حافظه پیداش بکنم. PSAUX میذارم گرپ SSHD. از اینجا میبینم که برنامه SSHD با پروسس آی دی 578 توی حافظه هست، هرچند این کار رو میشه با نتستت TLPN هم چک کرد که همینجا میبینید دیمن SSHD که در روی پورت 22022 روی سوکت TCP گوش میده با PID 578 توی حافظه هست که من همینجا میتونم ببینم که این برنامه با چه اولویتی توی حافظه است. مثلا از کامند اجتاب استفاده میکنم، کلید F4 رو میزنم، سرچ میکنم به دنبال SSHD، میبینیم که پرایوریتی این برنامه 20 هست. حالا من برای اینکه پرایوریتی SSHD رو بهتر بکنم میام این برنامه رو من رینایس رو نگاه میکنم، مثلا میبینم که رینایس به این صورتی که با آپشن داش اند پرایوریتی رو ست میکنیم و در انتها با ایدنتیفایر مشخص میکنیم که ما چه پروسسی رو مد نظر داریم، که حالا من میتونم با آپشن داش پی مثلا پروسس آیدیم رو تعیین بکنم. میگم رینایس مثلا داش N منفی 5، میخوام پرایوریتی رو 5 لول بیارم پایین تر، 5 لول بهبود بدم، داش P 578. خب الان روی پروسس 578 پرایوریتی منفی 5 اعمال شد. من میتونم برم کامند اجتاب رو بزنم، کلید
F4 رو میزنم، بعد دیمن SSHD، میبینید که الان نایس منفی 5 اعمال شده که باعث شده پرایوریتی دیمن SSHD از عدد 20 روی عدد 15 بیاد، که این باعث میشه که دیمن SSHD بتونه 5 لول بهتر و CPU رو در اختیار داشته باشه که بتونه کاراش رو انجام بده. حالا اگر من بخوام یه کامندی رو اجرا بکنم، این خب از طریق به واسطه رینایس من یه برنامه‌ای که توی حافظه بود رو اولویتش رو دستکاری کردم. اگه بخوام یه برنامه‌ای رو اجرا بکنم که تو همون لحظه اجرا بگم که پرایوریتیش به چه صورت بشه، میتونم از طریق کامند نایس این کارو بکنم. همونطور که میبینید کامند نایس من آپشن رو بهش پاس میدم، حالا کامند و آرگومان هاش رو جلوش بهش معرفی میکنم که اون کامند رو بتونم تحت قالب اون پرایوریتی اجرا بکنم. مثلا میگم نایس داش ان، فرض بکنید من میخوام کامند پینگ رو مثلا اجرا بکنم، میخوام خیلی اولویتش مثلا بالا نیست واقعا، ان رو 19 ست میکنم و میگم پینگ مثلا 4 تا 8. حالا از اونجایی که میبینید کامند پینگ انقدر اولویتش پایینه که من تو لحظات اولیه دچار قحطی شده بودم و عملا CPU انگار در اختیار برنامه پینگ من قرار نمی گرفت. به این صورت. خب مطلب بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم ارسال سیگنال به برنامه از طریق کامندهای کیل، کیلال و پیکیل هست. سیگنال ها همینطور که از اسمشون هم پیداست یک عملا علامتی هن که ما میتونیم به یک برنامه ارسال بکنیم با توجه به اینکه انواع سیگنال هایی که وجود دارن و از اون برنامه بخوایم با توجه به سیگنالی که براش ارسال کردیم یه واکنشی بهمون نشون بده. سیگنال های مختلفی توی لینوکس وجود داره که میتونیم از طریق کامند من هفت سیگنال اونها رو ببینیم. منتها سه تا از رایج ترین سیگنال ها سیگنال 15 یا سیگنال سیک ترم هست که ما به برنامه اعلام میکنیم که ازش میخواییم به طور مسالمت آمیز کارش رو متوقف بکنه، ریسورس هاش رو آزاد بکنه و در نهایت کارش رو متوقف بکنه. سیگنال 9 یا سیکیل هست که ما فورس میکنیم یک پروسس رو که متوقف بشه و از سیستم عامل میخواییم که بلافاصله اون پروسس رو از حافظه بندازه بیرون و متوقفش بکنه. و سیگنال بعدی که سیگنال خیلی رایجی هست سیگ هاب یا سیگنال 1 که عمدتا به واسطه این سیگنال ما از یه برنامه میخواییم که کانفیگ خودش رو ریلود بکنه و مجددن بره کانفیگ فایل خودش رو بخونه و تغییرات رو اعمال بکنه. تو این سه سیگنالی که من گفتم، سیگنال اول و سیگنال آخر سیگنال هایی هستن که خود پروسس باید اونها رو یه هندلری براش داشته باشه و با توجه به اینکه این سیگنال رو دریافت بکنه یه واکنش نسبت بهش نشون بده. منتها سیگنال 9 سیگنالی هستش که سیستم عامل اون رو دریافت میکنه و برنامه هیچ جوره نمیتونه اون رو هندلش بکنه و سیستم عامل بلافاصله با دریافت این سیگنال اون برنامه رو متوقف میکنه و از حافظه میندازه بیرون. به سراغ سرور لینوکسمون میریم که این بحث رو باهاش بیشتر آشنا بشیم. خب من برای اینکه لیست سیگنال ها رو ببینم میتونم از کامند منوال هفت سیگنال استفاده بکنم. سیگنالز، خب انگار که همچین منوال پیجی اینجا وجود نداره، ولی میتونم از طریق کامند kill-l استفاده بکنم و لیست سیگنال ها رو ببینم. اینجا ما لیست سیگنال ها رو داریم با توجه به شماره سیگنالی که دارن، هر کدومشون مرتبط با کار خاصی هستن. میتونیم من کیل رو ببینیم و ببینیم که اینجا توضیح در مورد این که هر کدوم از این سیگنال ها چی هستن داریم یا نه. فکر کنم چون کامند سیگنال نصب نیست شاید.
کامند رو پیدا نکردیم. خب حالا میشه اونها رو این سیگنال ها رو بررسی کرد و یا حالا تو گوگل سرچ کرد که دید چیا هستن. منطقه سیگنال های رایج سیگنال یک هست یا همون سیگ هاب که ما عملا از برنامه میخواییم که بده کانفیگ خودش رو مجددا بخونه و تغییرات رو اعمال بکنه. سیگ اینت همون سیگنال اینتراپ هست یا همون وقتی کنترل سی رو شما به یه برنامه میفرستین عملا سیگنال سیگ اینتراپ ارسال میشه. سیگ کیل هم سیگنالی هستش که ما از سیستم عامل میخواییم که بلا فاصله یه برنامه رو متوقف بکنه و به حیاتش پایان بده. و مثلا سیگ آلارم یک سیگنالیه که میتونه دیولوپر مثلا اونو تنظیمش بکنه، مثلا بگه که از سیستم عامل بخواد 10 ثانیه بعد مثلا بهش آلارم بفرسته که بخواد مثلا یه اکشنی رو انجام بده یا مثلا بخواد یه تایم آوتی رو فرضاً پیاده سازی بکنه، میتونه از سیگنال 14 یا سیگ آلارم استفاده کنه. یا مثلا سیگنال 15 یا همون سیگ ترم که موقعی که ما یه برنامه رو عمدتاً سیگنال دیفالت سیگنال 15 که وقتی می‌خوایم یه برنامه رو متوقف بکنیم سیگنال 15 رو به اون برنامه می‌فرستیم که خودش منابعش رو آزاد بکنه و به کارش پایان بده. و سیگنال های دیگه ای که حالا 64 نوع سیگنال وجود داره که حالا میشه تو اینترنت در موردشون سرچ کرد، ولی عمدتاً رایج ترین سیگنال ها این سیگنال هایی بودش که من خدمت شما عرض کردم. حالا برای ارسال سیگنال به یک برنامه یکی از کامند های رایجی که میشه ازش استفاده کرد کامند کیل هست که میتونیم به منوال کامند کیل مراجعه بکنیم و اونجا ما بگیم که میخواییم چه سیگنالی رو برای چه پروسس آیدی ارسال بکنیم. برای ارسال سیگنال شما میتونید بگید که مثلا شماره N سیگنال رو بهش بدین و بعد اونجا جلوش بهش شماره پروسس آیدی رو معرفی بکنیم. مثلا من اگر بخوام نگاه بکنم ببینم توی فضای پروسس چیا دارم، یه بذارید به صورت سیف این کار رو انجام بدم. مثلا تیماتش رو اجرا میکنم، من سفر دونی میکنم، برنامه پایتون ویت پای رو اجرا میکنم. توی سمت چپ صفحه یا میام یه ویندوی جدید درست میکنم، PSAUX میگیرم، گرپ میکنم ویت رو. الان میبینیم پایتون ویت دات پای با پروسس آیدی 2532 توی حافظه هست. من اینجا میام کامند کیل رو فراخوانی میکنم، میگم که به، البته اینجا من اگه سیگنال رو مشخص نکنم به صورت دیفالت سیگنال 15 ارسال میشه، میگم که به برنامه با پروسس آیدی 2532 شما سیگنال 15 رو ارسال بکن. که بلافاصله من اجرا بکنم میبینید که برنامه پایتون من این سیگنال رو دریافت میکنه و بلافاصله متوقف میشه. دو مرتبه برنامه رو اجرا میکنم، این بار به جای سیگنال 15 سیگنال 9 رو ارسال میکنم یا همون سیکیل رو. خب قطعا پروسس آیدی پایتون عوض شده. گرپ میکنم wait.py رو، پروسس آیدی 2550 هست که این بار میبینید که با دریافت سیگنال سیکیل پیغام کیل چاپ شد و بلا فاصله او اس این پروسس رو از حافظه بیرون انداخت. یا مثلا میام سیگنال سیک هاپ رو ارسال میکنم با سیگنال یک به پروسسی که حالا داریم، میگیم ویت پای 2553 1 2553. خب اینجا میبینید که سیگنال سیک هاپ هم من فرستادم، چون توی برنامه پایتون هم این سیگنال هندل نشده بود عملا هنگ آپ شد. ولی خب شما میبینید که مثلا برای دیمن های مختلف که این هندلر رو پیاده سازی کردن شما میتونید با ارسال سیگنال یک به اون برنامه بیاید ازش بخواید که
مجددا کانفیگ خودش رو بخونه و تغییرات رو اعمال بکنه. مثلا من اگر بخوام به دیمن SSHD سیگنال سیک هاپ بفرستم، میبینیم که خب من میتونم با کیل 1 به پروسس آیدی 578 سیگنال سیک هاپ رو ارسال کنم و از برنامه SSHD بخوام که کانفیگ خودش رو ریلود بکنه مجددا. الان سیستم سیتل استاتوس SSHD هم بگیرم، میبینیم که اینجا به من گزارش داده که سیگنال سیک هاپ رو ریسیف کرده و کانفیگ خودش رو ریستارت کرده. خب کامند دیگه ای که وجود داره و ما میتونیم ببخشید کامند دیگه ای که وجود داره و ما میتونیم از طریق اون به برنامه‌ای که میخوایم سیگنال بفرستیم، کامند کیل آل هست. شما به واسطه کامند کیل آل میتونین اسم یک برنامه رو بهش بدین و به ازای تعداد اینستنسی که از اون برنامه توی حافظه وجود داره به همه اونها سیگنال سیک ترم رو ارسال بکن. هرچند میتونید با آپشن داش اس نوع سیگنالتون رو تعیین بکنید و به جای اینکه سیگنال سیک ترم ارسال بکنید، سیگنالی که خودتون مد نظرتون هست رو ارسال بکنید. مثلا من میتونم بگم کیل آل پایتون، یعنی تمام برنامه‌های پایتونی که توی حافظه هستن رو متوقف کنم. الان پی اس ای یو ایکس بگیرم، گرپ پایتون بگیرم، میتونم ببینم که الان چه برنامه‌ای از پایتون توی حافظه هستن که الان من میبینم که مثلا دیمن تیون دی خودش از طریق اسکریپت پایتون در حال اجرا هست. بخاطر همین من این کامند رو اجرا نمی‌کنم. کامند دیگه‌ای هم که برای سیگنال فرستادن استفاده میشه کامند پیکیل هست، که از طریق کامند پیکیل شما میتونید بیاید یه پروسسی یا بر اساس یه سری پارامترهایی که تعیین میکنید پیدا بکنید و به اونها سیگنال بفرستید. مثلا همون سویچ داش داش سیگنال مشخص میکنید که چه سیگنالی رو میخواید ارسال بکنید، بعد مثلا با داش جی میتونید بگی که میخواین پروسسی رو متوقف بکنید که عضو مثلا یک پی گروپ خاص باشه، یا مثلا بر اساس آپشن N و O مثلا تعیین بکنید که پروسسی که جدیدتر اخیراً وارد حافظه شده یا خیلی وقت پیشتر مثلا وارد حافظه شده رو بخواید متوقف بکنید، یا پروسس هایی که پرنتشون یه PPID خاصی هست رو متوقف کنید. با پیکیل کلا شما میتونید یه پروسسی رو بر اساس یه فیلتری پیدا بکنید و یه سیگنال خاصی رو بهش ارسال بکنید. این از مطالبی بودش که دوست داشتم در فصل پروسس منیجمنت در رابطه باهاش با هم صحبت بکنیم، که همینجا بحث ما به پایان میرسه و من ویدیو رو به اتمام میرسونم. مرسی.